سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایت در بیانیه احکام صادره از دادگاه بحرین علیه شیعیان این کشور را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد خواست با استفاده از اختیارات خود به اوضاع بغرنج شیعیان بحرین پایان دهند در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویز رسیده آمده است اخیرا احکامی ناعادلانه در حق تعدادی از شیعیان غیر نظامی از سوی دادگاه بهرین صادر شده که در آن 34 تن به حبس های ابد و یا طولانی مدت و 24 تن دیگر به سلب تابعیت محکوم شدند این بیانیه افزود تمام این احکام با قوانین بین و در زمینه حقوق بشر معایر هستند زیرا این احکام بر اساس اعترافاتی است که از متهمین در حین شکنجه گرفته شده و ما ضمن غیر قانونی دانستن این احکام هر نوع شکنجه جسمی و روحی را محکوم می‌کنیم بخشی رایس واج همچنین در بیانیه خود از سازمان ملل متحد خواست تا با ورود به مسئله شیعیان بحرین بحران انسانی به وجود آمده علیه آنان را حل و فصل کنند شیعیانی که هفت سال است از, از سوی رژیم آل خلیفه به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفتند و طی این سالها علاوه بر زندانی شدن هزاران نفر صدها تن به شهادت رسیده و یا مجروح شدند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پایان بیانیه خود با اشاره به قطع آب زندان جو توسط نیروهای امنیتی از سکوت جامعه جهانی در قبال وضعیت زندانیان بحرینی اظهار شگفتی نمود و نگرانی خود را درباره اوضاع اسفناک حقوق بشر در این کشور اعلام کرد